خدمت دوستانی که دارن به این برنامه گوش میکنن سلام عرض میکنم به سازمان دهندگان این برنامه دوستان برکلی لکچر سیریز و تقریبا مطمئن هستم که همه دوستانی که اونجا صحبت کردن به ویژه کیومرس عزیز که محبت کرد و برنامه رو آغاز کرد دوستان دیگه فرشته حجت فرنیا تمام بچه هایی که در حقیقت اونجا نشستن و این برنامه رو سازماندهی کردن از کسانی هستن که سخت مورد احترام من هستن از دیرباز براشون احترام داشتم و علاقه داشتم برای من افتخاریه که در این جلسه شرکت کنم و برام افتخاری بودش که علی حجت علی از من به یه شکل خاصی صحبت کرد واقعا هم یکی از افتاده ترین کسانی که من دیدم با سابقه بیش از 50 سال کوشش برای آزادی عدالت در ایران علیه و همینا برای من معنی داره و میخوام به این ترتیب به احساسات درونی خودم رو امیدوار هستم که تونسته باشم به زبان بیارم به زبان الکنم بیارم و چون این موارد صحبت کردن خیلی آسون نیست با حسای عمیق آدمی گره خورده و همین عرضم خدمتتون که من فکر میکردم که یک صحبتی ارائه بدم در جلسه برکلی لکچر سیریز با توجه به ویژگی هایی که این برنامه داره و که از ویژگی هاش این بوده که واقعا در تمام طول این سال همونطور که کیومرس به خوبی توضیح داد یا گذرا البته توضیح داد واقعا این همه سال بیش از 16 سال در حقیقت برپا بوده و کوشش کرده که برنامه های خوبی ارائه بده برنامه های با کیفیت و با محتوا ارائه بده من هم باید با خودم فکر میکردم که چه میخوام بکنم برای برنامه امشب من در این چند ماه گذشته برخلاف روحیه‌ای که دارم که کمتر اهل سخنرانی هستم وقتی که دوستان برکلی لکچر سیریز به من گفتن که در این جلسه دعوت داری و خوبه که صحبت بکنی بدون هیچ تردیدی پذیرفتم این دعوت رو و همونطور که عرض کردم خدمت همه بسیار خوشحال هستم که امشب در کنار شما هستم و با شما سخن میگویم ولی برام بسیار دشوار بودش که موضوعی رو انتخاب کنم که تکراری نباشه در جاهای دیگه بهش نپرداخته باشم و همونطور که برخی از دوستان و علاقمندان به این موضوع آگاه هستند خب من در این چند ماه گذشته که این کتاب در آمده Voices of Massacre ناچار بودم مصاحبه های گوناگونی بکنم بر صحبت های بکنم در برای علاقمندان به این کتاب و برای علاقمندان به این موضوع و برای علاقمندان به این سویه بسیار بسیار تاریخ معاصر ایران بسیار دردناک تاریخ معاصر ایران و از خودم میپرسیدم که چه باید بگم در یک چنین نشستی که تکرار نباشه و یه زاویه تازه‌ای رو باز کنه به همین دلیل این تم رو انتخاب کردم برای امشب که بگم که
در حقیقت آنچه که در سال 1367 یا در تابستان سال 1367 در مرداد و شهریور ماه 1367 در ایران روی داد و این رویداد یکی از بزرگترین جنایت‌های ربع آخر قرن بیستم هستش در جهان و بی تردید یک نمونه ای از جنایت علیه بشریت که آمران و عاملان آن باید پاسخگو باشند برای چنین جنایتی که در ظرف چند هفته بگیم 5000 نفر تاریخ شمار دقیقش رو در دست نداریم و بر اساس آنچه که برخی از دستاندرکاران این جنایت به آقای منتظری گفتند و همچنین بر اساس محاسبه زندانیان سیاسی پیشین نزدیک 5000 نفر در چند هفته جان خودشون رو دست دادن. فکر کردم که خوب هستش که پیوند این جنایت بزرگ رو، این کشتار بزرگ رو با کشتاری که در سال 60 رخ داد و این کشتاری که در سال 60 رخ داد به هیچ وجه کمتر از آنچه که در سال 67 رخ داد کم اهمیت نیست، هرچند که این کشتار یه جوری کمتر بهش توجه شده، به ویژگی‌هاش توجه شده و بسیار هوشیارانه در حاشیه قرار گرفته. ولی برای پژوهشگر تاریخ و برای زندانیان سیاسی ایران اون دوران، یعنی دهه 60، پیوند میان این دو کشتار آشکاره و من کوشش میکنم که در این صحبت امشب این پیوند رو به یک شکلی نشون بدم و در این حال انگوش بگذارم تا حدی که وقت به ما اجازه میده انگوش بگذارم بر ویژگی های کشتار 60 و کشتار 67، تفاوت ها و همانندی ها. عرضم خدمتتون که به این ترتیب شما میتونید تصور کنید که به راحتی که من در حقیقت کشتار سال 67 رو پرده دوم کشتار سال 60 میبینم و یک نیم پرده این وسط وجود داره که به اون هم خواهم پرداخت. این که کشتار سال 67 در حقیقت پرده دوم کار 67 کشتار سال 1360 هستش، من و مهناز متین در یک نوشته یا باید بگم رساله بسیار بلندی که تنظیم کردیم در سال 2006 در حقیقت 16 سال پیش، در اونجا کوشش کردیم که وجوهی از این پیوند رو توضیح بدیم. البته آنچه که من امشب خواهم گفت ربطی نخواهد داشت به آن نوشته. آن نوشته پاسخی بودش به گرایشی از اصلاح طلبان حکومتی ایران که میخواستن در حقیقت کشتار سال 60 رو که بیشتر این اصلاح طلبانی که امروز در میدان هستن و خودشون رو اصلاح طلب میدونن، بیشترشون در اون لحظه تاریخی نقش داشتن در اون کشتارهایی که در سال 60، 61، 62، 63
رویداد و دست‌های خونینی دارن. در سال 67 اونها خودشون رو در شکلی در اپوزیسیون میدونستن و این که چقدر در مورد سال 60 حرف بزنن و چقدر در مورد سال 60 حرف نزنن یا چقدر 67 برجسته بشه و چقدر 67 برجسته نشه، از نگاه اونها با این نقشی که داشتن بی پیوند نیست. ولی برای اون کسی که به این کشتارها به عنوان کشتار نگاه میکنه و براش فرقی نمیکنه کشتار کسانی که در حقیقت واقعا بدون حداقل دفاع و مکانیزم های دفاعی که در این جهان وجود داره از میان رفتند و کشته شدند، برای کسی که براش انسان مهم هستش و از انسان حرکت میکنه، نقطه عزیمتش انسان هستش و حق زندگی انسان ها و اینکه شکنجه و کشتار برای هیچ کسی، برای هیچ کسی، حتی برای کسانی که خودشون دستشون در جنایت موجه نیست، براش فرقی نخواهد کرد این کشتار 67 یا کشتار 60 یا هر کشتار دیگه، یا هر کشتار دیگه که در هر گوشه جهان که امروز میبینیم فرقی براش نخواهد کرد. بنابراین من از اینجا شروع میکنم که یک تصویر خیلی 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 کلی بدم از کشتار سال 67 و بعد برم به عقب و بعد از این که رفتم به عقب به سال 60 دو مرتبه برگردم و این دوتا کشتار رو با هم دیگه یک مقایسه‌ای بکنم. گمان میکنم که این کار کمتر شده و گمان میکنم که من با این کاری که اگر بتونم از پسش بر بیام در این گفتار کوتاه، گمان میکنم که اون احترام خودم رو برای برکلی لکچر سیریز و دوستانی که این همه سال زحمت کشیدن احترام خودم رو نشون داده باشم که یه صحبت نسبتاً تازه ای رو پیش کشیدم. البته همونطور که تاکید کردم نسبتاً، زیر نسبتاً خواهش میکنم خط بکشید. ازم خدمتتون که خودتون به خوبی آگاه هستید که در 27 تیر ماه 1367 آقای خامنه ای که اون موقع رئیس جمهور اسلامی بود آمد و اعلام کرد که ما آتش بس رو میپذیریم، قطعنامه 598 ملل متحد رو میپذیریم و آمادگی داریم وارد گفتگو بشیم با دولت عراق، نیز جامعه بین المللی، منظور ملل متحد، برای اینی که از جنگ دست بکشیم. جنگی که در تمام طول این سالها یه 60 از زمانی که اتفاق افتاد تا سال 67 رحمت الهی بود، امری مقدس بود، مرحله‌ای بودش برای آزادی قدس و صدور انقلاب اسلامی به کشورهای جهان. همه کوشش هایی که تا اون زمان شده بود برای اینی که سران جمهوری اسلامی متقاعد بشن به اینی که این جمهوری اسلامی بپذیره که آتش بس اعلام بکنه، تا اون زمان با شکست روبرو شده بود. ولی به هر حال در 27 تیر ماه این اعلام شد از سوی رئیس جمهور وقت ایران اون زمان و دو روز بعد از این هم آقای خمینی که تمام این پشت این جنگ بود و اون رو رحمت الهی خوانده بود و گمان میکرد که با این ترتیب میتونه که انقلاب اسلامی رو در مقیاس منطقه توسعه بده و به این ترتیب در حقیقت حکومت جمهوری اسلامی رو یا مدینه النبی
یا ام القراء مسلمین رو محکم بکنه، استوار بکنه، آمد و یک سخنرانی کرد که همه ما یا همه کسانی که به هر حال در اون دوران زندگی کرده بودن یا بودن و شاهد رویدادها بودن بیاد میارن که آقای خمینی آمد و گفتش که من این پذیرش قرارداد 598 و آتش بس با عراق رو همچون نوشیدن جام زهر تلقی میکنم. و بعدا میتونیم درنگ کنیم در مورد اینی که چرا گفتن نوشیدن جام زهر. و در یک کلام من تصور میکنم که این به معنای این بودش که میپذیرم که این پذیرفتن 598 و آتش بس یعنی شکست، یعنی شکست جمهوری اسلامی ایران، نه تنها در جبهه جنگ بلکه در یک مقیاس وسیع‌تری در پیوند با بسیاری از خواب و خیال‌ها و آرزوها و در حقیقت آمال ارتجاعی جمهوری اسلامی. ارتجاعی رو به معنی ناسزا به کار نمی‌برم، ارتجاعی رو به معنای دقیق کلمه کار می‌برم، به معنای بازگشت به گذشته، به معنای چیزی که به گذشته ها وابسته هستش. بعد از این سخنرانی یعنی در که در 29 مرداد صورت گرفت، در 3 مرداد مجاهدین خلق که نیروهاشون در عراق اون زمان متمرکز بود و یک ارتشی هم داشتن که به یاد میارید به نام ارتش رهایی بخش ملی ایران، National Liberation Army لغتی بودش که به انگلیسی به کار می‌بردن برای این ارتش، در حقیقت حمله می‌کنن به مرزهای غربی کشور و به چند تا از شهرهای نزدیک مرز رو هم می‌گیرن. این حمله‌ای که کرده بودن، البته اولین حمله‌ای که نبودش که به خاک ایران کرده بودن، پیش از اون چند عملیاتی رو انجام داده بودن که عملیات موفقی باید تلقی بشه، چه عملیات چهل چراغ چه عملیات مهران، که من گمان میکنم که اینها هم بی تأثیر نبود در تصمیمی که سران جمهوری اسلامی ایران گرفتن برای اینی که قطعنامه 598 رو بپذیرن. احساس میکردن که مجاهدین خلق و ارتشی که ساختن با حمایت از عراقی ها و با توجه به اینی که مردم ایران از جنگ خسته شدن، این جنگ رو بیهوده میپندارن، این جنگ رو جنگ خودشون نمیدانن، جنگ جمهوری اسلامی ایران میدانن و به جز توده بسیجی و سپاهی علاقه زیادی وجود نداره که برن در این جبهه ها واستن و به جنگن و جان خودشون از دست بدن. بحران اقتصادی هم که با جنگ با خودش به همراه میاره یک سوی دیگه یه ماجرا. به هر حال مجاهدین خلق یک محاسبه برای خودشون کرده بودند که البته این محاسبه مثل بسیاری دیگه از محاسبه هایی که کرده بودند به باور من البته محاسبه نادرستی نشان داد که هست. حمله کردن به خاک ایران، تصور میکردن که میتونن به زودی از دهلوران برن به سمت تهران و همجوری شهر پشت شهر آزاد بکنن و به این ترتیب جمهوری اسلامی رو براندازن. خب این در همون گام های نخست شکست خورد. نزدیک به 1263 نفر از کسانی که رزمندگان مجاهدین خلق کشته شدن در این حمله ای که کردن، شماری رو که ما دقیقا نمیدونیم این چند نفر بودن، در همون مرز اعدام کردن، شماری رو هم که باز دقیقا نمیدونیم چند نفر بودن و این هم بخشی از همین راز و رمزی هستش که جمهوری اسلامی حفظ کرده و از افشای داده های مربوط به این ماجرا از لحظه اول تا لحظه آخری که با هم امشب صحبت خواهیم کرد سرباز زده. شماری رو هم فرستادن به تهران به عنوان اسیر جنگی.
ارزم به حضورتون که این سوم مرداد بود. چهارم مرداد در تهران در دو زندان بزرگ، یک اوین دیگری گوهردشت، که بخش بزرگی از زندانیان سیاسی ایران، یا دقیق تر بگم زندانیان وجدان زندانی بودن، در حقیقت از همون لحظه چهارم ملاقات ها قطع میشه، تلویزیون ها رو از بند ها جمع میکنن میبرن، رادیو ها رو جمع میکنن میبرن. در حقیقت زندانیان سیاسی ها در اون زمان در یک ایزولاسیون کامل از جهان بیرون قرار میگیرن. و خب البته خبر این ماجرا که مجاهدین روز قبل حمله کردن و به ایران تا حدودی به نسبت‌های گوناگونی در زندان‌های هم دو زندان مهمه که در تهران یا کرج تهران هستش و هم در زندان شهرستان‌ها عنوان شده بود و زندانیان سیاسی به نسبت‌های گوناگونی آگاه بودن نسبت به این ماجرا. خب بعدش هم خب ما شاهد این هستیم که آقای خمینی در روز ششم مرداد ما یک حکمی میدن، برخی این حکم رو فتوا تلقی کردن، برخی تحت عنوان یک حکم حکومتی تلقی کردن، یک فتوایی میدن یا یک حکم حکومتی میدن که کسانی که در سر موزه محارب هستن، من این متن در جلوم مونتا برای اینی که و این متن در کتاب هم آمده در کاملا قابل دسترسیه، من برای اینی که از اتلاف وقت جلوگیری بکنم متن رو نمیخونم و در اونجا مطرح میکنن که کسانی که در موضع محارب قرار دارن و در موضع منافق قرار دارن بدون هیچ نوع ترحمی باید کشته بشن، رسیدگی بشه که کی در این موضع هستش و از بین بره. شاید 24 ساعت پس از این رویداد، پس از این حکمی که هیچ وقت البته جمهوری اسلامی اینو چاپ نکرد ولی به دست رسید و برخی از کسانی که به هر حال در حکومت دستن در کار بودن این رو مطرحش کردن، آقای منتظری هم در خاطرات خودشون به این موضوع اشاره کردن، به هر حال کمی بعد به احتمال خیلی زیاد 24 ساعت بعد احمد خمینی پسر آقای خمینی نامه‌ای می‌نویسه به پدر و از اون می‌خواد که آیا این فقط در مورد منافقین صادقه یا در مورد دیگران هم صادقه و این رو آقای موسوی اردبیلی رئیس قوه قضاییه کشور داره مطرح می‌کنه که اون روزها در نماز جمعه مرتب فریاد می‌کشید، ایشون البته بعدا شدن جزو اصلاح طلبان حکومتی ولی در اون روزها خیلی با شور و با شعف صحبت میکردن که ما باید بکشیم نابود کنیم همه اون کسانی که علیه جمهوری اسلامی ایران هست. این نامه دوم در حقیقت باید مشخص میکرد، این یادداشت دوم آقای خمینی که آقای خمینی به اینم پاسخ دادن، باز این در کتاب آمده در جاهای مختلفی هستش کاملا قابل دسترسی هستش، در اونجا مطرح میکنن که نه فقط منظور من منافقی نیست، منظور من هر آن کسی هستش که مخالف جمهوری اسلامیه و محاربه. حالا این کسانی که در حرب هستن که هستن و این در مورد زندانیان سیاسیه این بحث، خب باید از خودمون بپرسیم که چجوری کسانی که زندانی سیاسی هستن، کسانی که حکم گرفتن، کسانی که دارن دوران محکومیت خودشونو میگذرونن، کسانی که حتی زندانی دوران محکومیتشون به پایان رسیده و قرار هستش که آزاد بشن ولی آزاد نمیشن به خاطر اینکه حاضر نیستن انزجار نامه، تنفر نامه، توبه نامه بنویسن و اینها باید حالا به وضعیتشون رسیدگی بشه ببینن که اصلا اینا باید بمونن یا باید برن، باید بمیرن. عرضم خدمتتون که این
بعد از این در حقیقت حکم آقای خمینی هستش که ما شاهد این ماجرا هستیم که زندانیان سیاسی رو میارنشون پای به سختی. واقعا من حاضر هستم که واژه دادگاه رو به کار ببرم. یه کمیسیونی که این کمیسیون افرادش مشخص هستن و شما باز آشنا هستید با این افراد، نیری هستش، حسین علی نیری هستش، مرتضی اشراقی هستش، ابراهیم رئیسی هستش، مصطفی پور محمدی و محمد مقیسه ناصریان، اینها در حقیقت مسئول میشن که با زندانیان سیاسی یک پرسش و پاسخی بکنن و ببینن که اینها موضعشون چه هستش. واقعا بیشتر از هر چیز دیگه‌ای به یک چیزای یک اجلاس های تفتیش عقاید نزدیکه. همونطور که عرض کردم خدمتون، حاضر نیستم از واژه دادگاه تفتیش عقاید صحبت کنم. یه نوع در حقیقت بیشتر از هر چیز دیگه به اون چیزایی که ما در اروپا میشناسیم به نام انگیزسیون به اون نزدیک هستش. از من سعی میکنم با توجه به اینی که بخش بزرگی از کسانی که در سال 67 کشته شدن مجاهد بودن و بخش دیگری چپ بودن، گرایش های مختلف چپ بودن، یعنی از چپ های بسیار انقلابی تند تا چپ هایی مثل حزب توده و اکثریت که در اون سالهای انقلاب به خوبی به یاد دارید که حمایت، اگر بگم همه سویه، فکر نمی کنم که لغت اشتباهی به کار برده باشم، از آقای خمینی می کردن و از جمهوری اسلامی ایران می کردن و از آنچه که می نامیدن به نام خط امام. به هر حال این طیف وسیع رو در نظر در بر می گیره. من کوشش می کنم که یه تصویری بدم از پرسش هایی که مطرح شد. متاسفانه ما دقیق پرسش هایی رو که از مجاهدین خلق مطرح شد رو نداریم. تا همین اواخر دقیق پرسش هایی رو که از چپ ها هم شد رو نداشتیم، ولی به همت میم دانش که دو هفته پیش در حقیقت تمام این پرسش ها رو که از خودش شده بود و در این فهرستی بودش که از همه بچه های دست چپی می کردن، بچه هایی که میگم لغت دقیقی نیست چون که می دونیم از 18 ساله تا 80 ساله در زندان بودن در اون موقع چپ ها، با این برداشتی که از چپ ارائه دادم، چپ در معنای بسیار 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 گسترده کلمه، من فکر میکنم که درست هستش که این پرسش ها رو خدمتتون بخونم. از ایرج مصداقی در جلد سوم کتابش تمشکای ناآرام، او اشاره میکنه به حکایت خودش و در اونجا برخی از این پرسش ها رو به دست ما میده. میگه که در شنبه 15 مرداد ما در سلول باز شد و نام من به همراه علی مهاجر خوانده شد. بعد میگه از جا پریدم همراه با علی و تعدادی دیگر از بچه‌هایی که در اتاق‌های دیگر به سر می‌بردند به طبقه پایین، جایی که هفته قبل برا برده بودند، برده شدیم. کنار دیوار نشستیم، تعداد دیگری آمدند. بعد تقریبا مطمئن بودم قتل عام، من خلاصه دارم می‌کنم، لغامی در کار است. چگونگی و شکل اجرای آن را نمی‌دانستم. متوجه شدم نام ناصر منصوری را می‌خوانند. ناصریان گفت در بهداری بستری است. چند دقیقه نگذشته بود که بیات مسئول بهداری به همراه پاسداری که
وی را نمی شناختم، ناصر را با برانکاد آوردند. از پشت لنگی که به عنوان چشم‌بند از آن استفاده می کردیم همه جا را به خوبی می دیدم. انگار اصلا چشم‌بندی به چشم ندانستم. می دانستم ناصر فلج قطع نخایی است و هیچ حرکتی نمی تواند بکند. تلاش داشتم صورتش را ببینم. بعد ادامه میده و میگه که بیان که بداند مجبورش کرده بودند برادرش را که از فرط شکنجه توانایی راه رفتن نداشت بر دوش قطب میکند. او در میانه را از صدای ناله فردی که به دوش میکشید متوجه میشود که او برادرش است. سپس شاهد تیرباران برادرش میشود و پاسداران او و دیگر زندانیانی را که به صحنه برده بودند مجبور میکنند که جنازه ها را سوار ماشین مخصوص حمله گوشت که به این کار اختصاص داده شده بود کنند. ما به این مسئله بعداً برمیگردیم. بعد عرضم به حضورتون که ادامه میده، من باز بر میپرم، میگه که پاسخ به پرسش درباره اتهام، که اتهام اولین سوالی که میکردن از این بچه های مجاهد ظاهرن این بودش که اتهام چیه. گفتم سازمان. نیری سرد و خشک پرسید کدام سازمان؟ پاسخ دادم همان که خودتان میشناسید. تاکید کرد خب اسمش را بگو. با بی‌حوصلگی گفتم نسبت به اسمش تاکیدی ندارم. میدونید که اگر شما اون موقع میگفتید سازمان مجاهدین خلق ایران، خود این بیان کننده بسیار چیزها بود. اگر میگفتید منافقین، اونم بیان کننده بسیار چیزها بود. اگر میگفتید منافقین، چون خودتون رو نجات داده بودید. ولی اگر میگفتید مجاهدین، برای خودتون سند محکومیت ساخته بودید. با بی‌حسادی گفتم نسبت به اسمش تأکیدی ندارم. دوباره پرسید دقیق بگو بدانم کدام سازمان، منظور نظرت چیست؟ گفتم سازمان رجوی. نیری پرسید آیا تقاضای عفو میکنی؟ گفتم خیر، 10 سال حکم دارم، 7 سال را کشیدم. اگر میخواستم چنین تقاضایی بکنم سالهای اول میکردم که صرف داشته باشد، نه حالا که 2/3 حبسم را کشیدم. از آنجایی که نیری ریاست هیئت را به عهده داشت، کلیه پرسجوها توسط او انجام میگرفت. بقیه برای اینکه تصمیم نهاییشان را اعلام کنند نیز سوالی را مطرح کردند. نیری گفت نظرت نازب راجب سازمان چیست؟ گفتم من 7 سال است که در زندانم، ارتباطی هم نداشتم که حالا بتوانم نظری راجب به آنها بدهم. رئیسی گفت ما میخواهیم تو اقدامات منافقین را محکوم کنی. با تحکم گفتم محکومیت آنها هیچ ربطی به من ندارد و چنین کاری نمی کنم. این پرسش هایی که من الان خدمتون دارم از قول مصداقی میخوانم، اینا پرسش هایی هستش که من از بسیاری از مجاهدین که جان به در بردن از اون کشتار بزرگ شنیدم. بنابراین از اونجایی که مشک نمونه خربار هستش رو خدمتتون دارم میخونم. اگر که این یقین نداشتم به اینی که این پرسش ها از چندین نفر شده، وقتتون رو نمیگرفتم با این پرسش ها. اشراقی با عصبانیت گفت مگر نمیدانی منافقین به مرزهای کشور حمله کردند؟ گفتم یک چیزهایی شنیدم. پرسید اعلام موضع نمی کنی؟ گفتم خیر، به من ربطی ندارد. مگر من چه کارم که سر هر موضوعی باید بیام موضع گیری کرده و نظر بدهم؟ با عصبانیت گفت این همه جنایت می کنن تو و تو می بینی ولی دم فرو می بندی. گفتم در اجتماع نیز خیلی ها مثل من هستند. وقتی اتفاقی می افتد به خانه هایشان می روند و سکوت اختیار می کنند. آپاک از آسیا گفتاد می آیند بیرون. نیری گفت برو 2 کلمه بنویس که منافقین به مرزها حمله کردند و من اعلام براءت میکنم. گفتم این وارد شدن در مناقشه ایست که ربطی به من ندارد. در آن بین فردی که شناختی از او نداشتم و دارای موهای روشنی بود با اشاره به نیری گفت ببین حاج آقا چه میگویند، همان را انجام بده. من هم با عصبانیت گفتم نظرم نیست چنین کاری بکنم. نمیدانم چی شد که با من به چانه زنی پرداختند. شاید به خاطر سلام اولی بودش که وقتی وارد اتاق شده بود به اونها کرده بود. شاید از آنجایی که 4 نفر پیش از من، یعنی محمود زکی، مصطفی محمدی محب،
قاسم سیفیان و محمد رضا مهاجری به اعدام محکوم شده بودند، میخواستند آنتراکتی بدهند. در واقع آنها پیش مرگ من شده بودند. یک لحظه به ذهنم زد چرا این همه اصرار میکنند؟ شاید همه را اعدام نکنند. فکر کردم بهتر است امتحان کنم و روزنه ای را باز بگذارم. رو به نیری گفتم حاضرم در صورت آزادی تعهد دهم دیگر فعالیت سیاسی نکنم. نیری گفت چرا عناد می‌ورزی؟ برو دو کلمه روی کاغذ بنویس و بیار که از اعمال سازمان اعلام براءت می‌کنی. حرف آخر را نیری می‌زد. گفت پاشو برو بیرون هر چه می‌خواهی بنویس. خب اینو من از این جهت خوندم که هم آشنا بشیم با اینی که به چه ترتیب سوال می‌کردن و هم اینی که به هر حال این جا برای شما باقی بود که یه جوری در حقیقت وارد گفتگو بشید. و خب ما از خودمون امروز سوال می‌کنیم که اون کسانی که کشته نشدن در این کشتار بزرگ و زنده هستند و خوشبختانه در میان ما هستند، حالا چگونه دارن این بار عظیم رو میکشن؟ بحثی است علاهده به طور کلی. این که به هر حال این همینی که انسان‌ها در مقابل همدیگه قرار میگیرن، یا حالا انسان‌ها و غیر انسان‌ها در مقابل همدیگه قرار میگیرن و میتونن دیالوگی بکنن، خود این یک چیزهایی رو ناصر مهاجر عزیز خیلی عذر میخوام، من از طریقی که قرار گذاشتیم جریان وقت رو به اطلاع میرسونم، ولی عجله نیست، وقت داریم. خیلی متشکرم. یک موردم کوتاه میخونم از میم دانش که در یک نوشته بسیار خواندنی دو هفته پیش در 15 فوریه در سایت اخبار روز آمد مقابل آینه خاوران. او این سوالهایی که ازش کردن رو نوشته. اول این جانب نام و ناب خانوادگی در حین صحت و سلامت جان و تن اعلام میکنم. سوالها: مسلمان هستی؟ خدا را قبول داری؟ معاد را قبول داری؟ نبوت محمد را قبول داری؟ قبول داری قرآن کتاب آسمانی است؟ تا حالا نماز نخواندم، استغفار نکردم، از حالا نماز میخوانم. خب او میگه که من جان سالم به در بردم به خاطر اینکه به 5 تا از این پرسشا مسلمان هستی خدا را همه اینا گفتن آری، با اینکه مسلمان نبود، چپگرا بود. ولی اونجایی که مسئله نماز شد و این نماز یه مسئله بسیار بسیار بزرگی میشه بعدن، مسئله نماز که شد گفت نه من نماز نمیخونم و چنین قراری هم نداشتیم، مثلا من نماز بلد نیستم بخونم، مگر هر مسلمانی نماز میخونه بود. خب در حقیقت این با این پرسش هایی که الان خدمتتون عرض کردم، این تصمیم گرفتن که چه کسانی رو اعدام کنن و چه کسانی رو اعدام نکنن. و باز ما رقم دقیق نداریم، ولی خب آیت الله منتظری میگه که حدود 4000 نفر کشته شدن، وقتی که در اون صحبتی که الان نوار صوتیش هم هستش که وقتی که با پسر منتظری صحبت کرده چند سال پیش، که میتونین در جاهای مختلف این رو بشنوین. زندانیان سیاسی خودشون محاسبه‌ای که میکنن این هستش که نزدیک 5000 نفر کشته شدن. من به خاطر اینکه داستان خیلی تهران محور نباشه فکر کردم که خوب هستش که یک اشاره هم یکی از به عقیده من یکی از بهترین کتابهایی که در مورد اون دهه 60 نوشته شده، کتابی هستش به نام مالا، خاطرات زندان، محمد خوشسوق نوشته. او درباره شهرستان هستش، البته در انزلی هستش اون زمان، می نویسه که اما چگونگی جنایت عظیمی که در فاصله 8 مرداد تا 15 شهریور 1167 در زندان نیروی دریایی واقع در پل عراق رشت به وقوع پیوست را از زبان شاهدی می نویسم. شبهایی که می خواستن زندانیان را دار بزنند، پا
پاسداران وظیفه را به طور موقت از پست‌های نگهبانی معاف می‌کردند. سربازان در حین آماده باش تا دستور ثانوی حق خارج شدن از آزایشگاه را نداشتند، مگر بعضی از سربازان که از ما بهتران بودند. به جای سربازان از پاسداران ناشناس استفاده می‌کردند. در نیمه‌های شب زندانیان از بیغوله‌های نزدیک به اتاق‌های بازجویی با وضع ناگواری بیرون می‌کشیدند. به نوبت در گروه‌های 4 تا 5 نفره و چشم بسته به چاله سرویس خود روی می‌آوردند. از قبل از تیراهن‌های سقف سرویس گاه تناب آویزان کرده بودند. زیر هر تناب یک چهارپایه قرار داشت. پشت هر چهارپایه چند پاسدار مرگ ایستاده بودند. هر شب بعد از اعدام جسدها را داخل مینیبوس حمل زندانیان با آمبولانس می‌گذاشتند و از در زندان بیرون می‌بردند. بعدها زندانیان زندان مالک هشتر لاهیجان، بند دوی رشت و بند زنان رشت نقل کردند که از زندان مالک هشتر لاهیجان 75 نفر اعدام شدند، از بند دوی مردان رشت 75 نفر اعدام شدند، بند زنان رشت که 25 نفر زندانی داشت 16 نفر اعدام شدند، از بند یک که ما در آن بودیم 96 نفر اعدام شدند. از تعداد اعدام‌های بند انفرادی اطلاع دقیقی در دست نیست. همینجا خدمتتون عرض کنم که از ویژگی‌های کشتار سال 1367 برخلاف کشتار سال 1160 این هستش که فقط زنان مجاهد رو اعدام کردن. از میان زنان چپگرا فقط یک نفر رو اعدام کردن و اون خانم فاطمه مدرسی تهرانی معروف به سیمین فردینه که از اعضای حزب توده بود و از کسانی بودش که با گروه نوید همکاری داشت. او تنها کسی بودش که قبلا زیر حکم اعدام بود و تنها زن چپگرایی هستش که در سال 67 اعدام شد. زنان مجاهد رو اعدام کردن. همونطور که میدونید از سال 64 به بعد در حقیقت کشتار زنان به دلایلی که هنوز دقیقاً بر ما معلوم نیست، مباحث مختلفی در این زمینه وجود داره، ولی به یقین نمیتونیم بگیم که چرا زن اعدام نکردن. بنابراین در کشتار بزرگ سال 67 هم ما با کشتار زنان روبرو نیستیم. اما آنچه که کردن با زنان در سال 67 برخلاف مردان، که چه مردان مجاهد و چه به مردان دست چپ، با زنان کاری که کردن، با زنان دست چپ کاری که کردن این بودش که اینها رو در چند نوبت در روز شلاق می‌زدن که نماز بخوانن. اینها باید مجبور بودن به اینی که نماز بخونن و خب اینم داستانی بود، یعنی میزانی که اینها رو اذیت و آزار کردن، شلاق زدن. تصور کنید در 5 نوبت برای نماز شما شلاق بخورید. و برخی از اینها هم حتی دست به اعتصاب غذا زدن که نماز نخونن. با این زنان اینچنین رفتار شد. من دو مورد رو میخونم. یکی موردی که منیره برادران به دست داده در جلد سوم کتاب بسیار مهمی که ما در این زمینه در دست داریم، حقیقت ساده، در صفحات 130 و 131 اشاره کوتاهی میکنه و من کوتاهترش میکنم. میگه این فضا رو به دست بدم که چجوری، یعنی اونقدر که در ارتباط با زندان مردان همه چیز خیلی جدی بود، میبردن تو این اتاق از پیش ساخته و پرداخته شده کاملا شبیه ریخت و قیافه مثلا اتاق بازجویی غیره، در زندان زنان به این گونه نبود. مثلا این موردی که منیره برادران بهش اشاره میکنه: یک بار سر نهار بودیم که آمدند و پرسیدند نماز میخوانی؟ مصاحبه میکنی؟ قاشقها را زمین گذاشتیم و یک به یک گفتیم نه و در صف منتظران مرگ نشستیم. دو نفری که پاسخ آری دادند لحنشان چنان تلخ و خشمگین بود که مقام قضایی به گوش‌های خود شک کرد
عصر روز دیگر آمدند و خود را هیئت عفو معرفی کردند. و اینم مهمه، این هیئتی که آمده بود، این 5 نفری که اول خدمتتون عرض کردم، اینها به عنوان یعنی واقعا جمله‌ای که فریب حرف آخر رو میزد، این کشتار 67 درست برخلاف کشتار 60 که امیدوارم بهش بتونیم برسیم، با فریب و دروغ و نیرنگ به طور سیستماتیک توهم بود. اینایی که خودشون رو به عنوان هیئت عفو معرفی کرده بودند و مأمور رسیدگی پرونده ها بودند، به هر حال این بچه ها رو میبرن برای اینی که تو می نشوننشون تو راه رو، و بعد برنامه شلاق زدن مرتب هستش. یک مورد دیگر هم که فکر کردم که خوبه که محض یادآوری خدمتتون بخونم، موردی بودش که خانم عفت ماهباز بهش اشاره کرده و در اون چیزی که اشاره کرده میگه که چجوری این زندانیان زن رو با چه به طور وحشتناکی هر روز شلاق میزدن. اشاره میکنه به اینی که چند نفر زیر شلاق مردن، چند نفر اعتصاب قضا کرده بودن و به خاطر اینی که هم اعتصاب قضا کرده بودن که حاضر نیستن نماز بخوانند و هم این فشار این شلاق‌هایی که بعضی وقتا، یعنی در حقیقت من دقیقش رو بخوام بگم، شلاق زدن زنان زندانی سیاسی از مرداد شروع میشه و تا 14 شهریور ادامه پیدا میکنه. تا 14 شهریور میتونن بسیاری از زنان رو بشکونن و مجبورشون کنن که نماز بخونن، بسیاری رو نمیتونن، بسیاری خودشون رو میکشن، یعنی چند بسیاری اشتباه گفتم، چند نفر خودکشی میکنن برای این کار، چند نفر زیر شکنجه کشته میشن، چند نفر به طور کلی تعادل روانی خودشون از دست دادن. و خانم ماهباز در صحبت خودش اشاره میکنه، من به خاطر وقت کم نمیخونم، میخواستم براتون بخونم این تیکه رو که تیکه تکان دهنده ای هستش که در حقیقت چگونه این مقاومتی که این زنان کردن باعث شد که تا سالهای سال در حقیقت تعادل روحی و روانی خودشون رو از دست بدن. و حتی نکته ای رو مطرح میکنه که شنیدن اذان و شنیدن، چون که این شلاق‌هایی رو که میزدن تو امام بود و همراه بودش با پخش نوحه و پخش آیات قرآن و غیره و غیره، و اینکه این چه تأثیر وحشتناکی روی اینها میگذاشت. خب این داستان سال 67. علی جان من چقدر وقت دارم؟ عرضم به حضور شما ناصر عزیز، شما 10 وقت دارین، ولی میتونیم یک کمی انعطاف داشته باشیم و مثلا دیگه حد اکثر این رو به 1 برسونیم. بسیار. اگه بتونید 10 عالیه، اگر نه تا 15 میشه به صورت انعطاف بخشت. چشم سر میکنم که 15 صحبتم تموم کنم. عرضم خدمتون که خب این کسانی که در سال 67 کشته شدن که ها بودن؟ اینها همونهایی بودن که در سال 1360، 61، 62 به زندان افتادن. و اینها کسانی بودن که طبق یک نقشه قبلی به زندان افتادن. یعنی من با توجه به وقت کم دیگه کلی صحبت میکنم. دوستانی که مایل هستن که کلیاتی رو که من خدمتشون عرض میکنم شکافته بشه، خواهش میکنم در بخش پرسش و پاسخ از من
بخوان که جزئیات رو بشکافم. خب من به طور کلی میگم تضادهایی که میان بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، یعنی اون بلوکی که در حقیقت جمهوری اسلامی رو ساخت، اون بلوک قدرت، در آبان 1359 شدت گرفت. اتفاقا سر داستان شکنجه هم شرکت گرفت، مجبور شدن که در سال 1300 و همون آذر 1359 همون سال یک کمیته بررسی و تحقیق مسئله شکنجه درست بکنن. بعد میدونیم رویدادهای اسفند 1159 هستش و بعد میدونیم که در همین سال و یک سند بسیار 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 مهمی در این زمینه وجود داره. باز من و مهناز متین چند سال پیش در آرش شماره 77، شاید نزدیک به 20 سال پیش، مطلبی نوشتیم به نام گورستانی چندان میمرس شیار کردند و در اونجا به جزئیات داستان اینی که شست چگونه اتفاق افتاد پرداختیم. حتی با خانواده هایی که عزیزان خودشون رو دست دادن در اون روزها که الان اشاره میکنم باشون صحبت کردیم. به هر حال دوره ای هستش که اوج تضادهای جناهای گوناگون جمهوری اسلامیه. یک جناح یه رهبری داره و ما میدونیم که چقدر مهمه یک رهبری بلا منازع در هر حزب سیاسی، گروه سیاسی، جمعیت سیاسی، که اون رهبری آقای روح الله خمینی هستش. تمام طیف واپسگرایان حکومتی رو، حتی کسانی که امروز بخش بزرگی از این کسانی که امروز خودشون رو اصلاح طلب میدونن و غیره، همه زیر پرچم آقای خمینی سینه میزدن، از مجاهدین انقلاب اسلامی گرفته تا یه حزبی که این حزب حزب فراگیری شد و این حزب انگار که وظیفه تاریخیش فقط این بودش که بتونه این مرحله رو از سر بگذرونه که حکومت رو یک دست بکنه و اون حزب جمهوری اسلامی بود. در حقیقت این دوره‌ای هستش که حزب جمهوری اسلامی زعیم در حقیقت پیشبرنده اراده آقای خمینی هستش. قرارم هستش که همه کسانی که غیر مکتبی هستن با زبان اون دوران صحبت بکنم، اینها رو از میدون خارج بکنم و اینها در 11 اسفند ماه سند مهمی رو که عرض کردم تو این مکتب ما هستش و این سند رو اولین بار سازمان اقلیت چاپ کرد و این تاریخ چاپش هم هستش 13 خرداد 1160. این سند رو به دست آورد و همون موقع چاپ کرد و این سند میگه که چگونه قرار هستش که گروه های مختلف تبدیل میکنه اپوزیسیون رو به یک متخاصم و مخالف، متخاصم رو بعدن تبدیل میکنه به متخاصم بالقوه، متخاصم بالفعل، بعد مطرح میکنه مخالف و اسامی رو هم میاره راحت و میگه که اول کی رو باید ترتیبش رو داد، دوم کی رو، سوم کی رو، تو هر مرحله‌ای. و ما می‌بینیم که درست آنچه که اینها نوشتن و در اون زمان، یعنی در 11 اسفند پیش از اون سخنرانی معروف بنی‌صدر در 14 اسفند عنوان کردن، همین اتفاق افتاد. مثلا در میان گروه‌های متقاسم بالفعل، اول همه اسم حزب دموکرات، جناح قاسملو، کومله، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، زرگاری، چریکای فدایی خلق اقلیت، فدایان خلق اشرف دهقانی، گروه های متخاصم بالقوه، سازمان مجاهدین خلق ایران، چریکای فدایی مستقل، رزمندگان راه کارگر، آرمان مستضعفین، حزب توده، بعد جزء دسته سوم اونایی که مخالف هستن و بعد میتونن بالفعل متخاصم بشن، حزب توده، سازمان چریکای فدایی خلق اکثریت، سازمان حزب دموکرات طرفدار کنگره 4، یعنی طرفدار اقلی بروریان، جبهه ملی ایران و سپس در حالا چند تا گروه کوچک دیگه. بنابراین این در اینها مقامات حکومتی در اسفند ما به تصمیم گیری خودشون میرسن. در 11 اسفند، در از 9 تا 11 جلسه داشتن که اتفاقا بخشی از اون داستان این جلسات خاورانه که این ملحدین رو ما نباید در قبرستان مسلمان ها
خاک کنیم. و برخی از این ملحدین رو در قبرستان مسلمان ها خاک کردن و بعد نقش قبر کردن و آوردنشون تو قبرستان همین چیزی که بعدا نامش شد گلزار خاوران. خب این در حقیقت اعلام غیر علنی در اون لحظه تاریخی بود که و هر کسی هم که بقای سیاسی مملکت رو در اون موقع دنبال میکرد میتونست ببینه که این کشمکش داری میره به سمت یک جنگ قدرت وحشتناک و باید این حکومت دو پایه یک پایه بشه، درست؟ و خب تو این ماجرا هم مجاهدین خلق و بنی صدر به هم دیگه نزدیک شدن همونطور که اطلاع دارید و خب این نزدیکی هم باعث شد که فشارهای در حقیقت حزب جمهوری اسلامی و حزب الله و که حالا در یه موقعیت خیلی قدرتمندی قرار داشتن، قوه قضاییه رو در دست داشتن، بسیج رو به وجود آورده بودن، سپاه پاسداران رو به وجود آورده بودن، کمیته ها رو داشتن، چندین نیرو مسلح داشتن. اگه یادتون بیاد بنی صدر در اون سخنرانی معروفش در آبان ماه اشاره میکنه، میگه 6 نوع زندان در ایران داریم که اینا جوابگو هم نیستن اصلا. بنابراین این با این برنامه ریزی قبلی وقتی که داستان میره به سمت اینه که و میدونیم دو هفته پیش از یعنی در حقیقت توی 13 خرداد ماه اگر درست به یادم مانده باشه همه روزنامه ها رو جمع میکنن، از انقلاب اسلامی گرفته تا میزان مهندس بازرگان گرفته همه روزنامه ها رو جمع میکنن، اطلاعات و کیهان هستش و صبح آزادیان هستش و روزنامه های در حقیقت حزب اللهی و خب این مسئله رو که داره میره به سمت اینی که حکومت تتمه آزادی های سیاسی که از انقلاب بهمن مونده رو از بین ببره، اینها یورش خودشون رو تدارک میبینن و سازمان میدن. مجاهدین خلق در یک حرکتی در اون زمان با نیروهای دموکرات و نیروهای دست چپ تصمیم به مقابله میگیرن و اون تظاهرات معروف 3 خرداد رخ میده در تهران. بعد اون تظاهرات خب میدونیم از کانون نویسندگان، کانون وکلا، اما اقسام کانونهای دموکراتیک، بسیاری از عناصر وابسته به گروههای چپ، جبهه دموکراتیک ملی ایران که نقش بسیار بسیار مهمی در اون زمان ایفا میکرد در ارتباط با این خط که مهمترین مسئله ایران مسئله دموکراسی هستش و اصلا هر نوع مبارزه علیه امپریالیسم هم از زاویه بست دموکراسی میگذره و آن چیزی که به این جمهوری اسلامی نمیشه اطلاق کرد اتفاقا ضد امپریالیسم هستش. این تظاهرات بزرگ در 500,000 نفری در تهران صورت میگیره و اینا حمله میکنن به تظاهرات و این تظاهرات رو در حقیقت من خودم در اون روز در این تظاهرات شرکت داشتم، به چشم خودم دیدم که چجوری حمله کردن به صفوف تظاهر کنندگان و بعدش هم چجوری شروع کردن دستگیری کردن و حتی کسانی که مثلا فرض کنیم نمک فلفل توی کیفشون بود دستگیری کردن. از اون لحظه به بعد به هر حال یک دوره جدیدی آغاز میشه. این دوره جدیدی که آغاز میشه درست فردای خیلی جالب هستش، درست فردای روز 3 خرداد، یعنی در حقیقت شب 3 خرداد اعلام میکنن که 13 نفر رو کشتن، اعدام کردن که در قضیه بودن. بعد فردا صبح اخبار صبح اعلام میکنن که 10 نفر دیگر هم اعلام کردن، 23 نفر. از این 23 نفر 17 نفر از پیش در زندان بودن، از جمله کسانی که اسمشون رو اکثر ماها به یاد میاریم، زنده یادان سعید سلطانپور، محسن فاضل و دیگران که من باز اسمشون رو نمیارم به خاطر کم بوده وقت. خب این 23 نفری که اعدام شدن بسیار جالبه، یک دستچینی هستش از گروه های مختلف سیاسی اون زمان، از مجاهدین گرفته تا گرایشات مختلف چپ، فداییان، اقلیت، پیکار، رزمندگان، راه کارگر، غیره، که به این ترتیب این اعلام جنگ رو کردن
و شروع کردن از اون لحظه به بعد دیگه به شکلهای مختلفی دستگیر میکردن توی خیابون، توی حتی میرفتن سر کلاس توی دانشگاه ها، میرفتن تو مدارس، همه کسانی که از پیش شناسایی کرده بودن، حتی میرفتن تو مینیبوس، اتوبوس، هر کسی که تو خیابون. این یکی از ویژگی های این دوره هستش که بعد با این عملیاتی هم که مجاهدین خلق انجام دادن، خب یکی داستان چیز بود، هفته تیر بود که محل جمهوری حزب جمهوری اسلامی رو منفجر شد، که البته مجاهدین خلق هیچ‌وقت مسئولیت این رو به عهده نگرفتن رسما. و دیگری داستان توی مرداد ما اگر اشتباه نکنم، امیدوارم تاریخش رو درست به خاطر سپرده باشم، که در هفت مرداد ما بنی صدر رو رجوی از ایران میان بیرون، سرهنگ بهزاد معزی خلبان این هستش، همون کسی شاه رو از ایران خارج کرد. خب اینم یه معنی سمبولی که خیلی جدی داشت. و خب میان به خارج، میان به فرانسه، و اون موقع سوسیالیست‌ها در کار بودن در فرانسه، میتران در مقام ریاست جمهوری قرار داشت و داستان شورای ملی مقاومت تشکیل میشه و مورد حمایت قرار میگیره. اینها رژیم رو عاصی میکنه و اون سال، سال در حقیقت نیمه دوم سال 60، سالی هستش که جمهوری اسلامی دیگه با این که از پیش تدارکاتی دیده بوده، دیگه نمیتونه در حقیقت حتی بعض وقتا حرکت های خیلی عجیب غریبی رو با معیارهای خودشون انجام دادن. به هر حال هزارها نفر، ما آمار دقیقی نداریم، ولی شمارشی که صورت گرفته با نام دست کم بین سال 60، 1360 تا 1364، 12,000 خورده ای آدم رو، زن و مرد رو کشتند. در حتی بسیاریشون رو احراز هویت نکرده بودن. دادگاه که چه عرض کنم، اون چیزایی که یک دقیقه‌ای که برقرار میشد که خیلی هم جالب هستش، که حاکم شهر ما داشتیم، دادگاه های انقلاب حاکم شهر بود، که حاکم شهر هم حاکم شهر بود، هم قاضی بودش، هم دادرس بودش و همین چیزا رو انجام میداد. بنابراین ویژگی این دوره این هستش که ما با یک دستگیری های گسترده و بدون حساب کتاب، شمار بسیاری زندانی ما داریم که اینا رو به عنوان مشکوک گرفته بودن، ریخت قیافشون به چپی ها میخورد و اینا رو گرفته بودن و در زندان نگه داشته بودن سالها. و بعدش خب این داستان تباب‌سازی رو داریم، کارخونه های تباب‌سازی رو داریم که راه افتاد و شکست خورد. و بعدش من برای اینکه بحث رو تموم بکنم، یک دوره، یک میان دوره داریم بین 64 تا 67 که اینا دیگه دیدن که عملاً شکست خوردن در اینی که این کارخانه تباب‌سازیشون تباب تولید بکنه. شمار زیادی از زندانیان سیاسی در اون زمان تباب نشدن و اینها ماندن. برای اینها ما دلایل خیلی موجهی در دست داریم، اسناد رسمی در دست نداریم. برای اینها این فکر رو کردن که اینها نباید به جامعه برگردن و اگر به جامعه برگردن خطرناک هستن. حالا در نظر بگیرید حکومتی که سالها روی تبل جنگ کوفته و حکومتی که میدونه که وقتی که جنگ وجود داشت، با توجیه جنگ و با بهانه جنگ میتونست سرکوب رو در همه جهات اعمال بکنه، توسعه بده، اینک در پایان جنگ و آتش بس نمیتونه چنین کاری بکنه. و خب یه عده‌ای هم در دستش موندن که اینا اصلاح بشه و اصلاح پذیر نیستن و باید اینها رو از بین برد. و خب به این ترتیب در حقیقت این داستان انجام میشه، این انگیزه سیان انجام میشه، تفتیش احوال انجام میشه و شمار زیادی رو از بین میبرن و اندک شماری هم باقی میمونن که امروز در میان ما هستن. از وقت خودم تجاوز کردم، ببخشید. این قسمت آخر رو خیلی سریع گفتم و امیدوار هستم که حرفم رو تونسته باشم به کلیتی رسونده باشم و بعد در قسمت پرسش و پاسخ اگر از توانم بر بیاد بتونم به نکاتی جواب بدم. میبخشید.
خیلی خیلی متشکر ناصر مهاجر عزیز. من قبل از اینی که برگردیم به موضوعی که شما صحبت میکنید و سوال و جواب و یا حتی روی زمینه هایی بخواین بست بیشتری بدین و اینا، چون احتمالا شاید وقت داشته باشیم، یعنی چون در رابطه با حجم سوال و جوابی سوالاتی که موجوده، من دو تا کتابی رو که ناصر مهاجر درش شرکت داشته و بسیار مهمه، ناخواسته و سهوًا مثل که از قلم انداختم. یکی از این دو کتابی است درباره باقر مؤمنی، روشنفکر و کنشگر سیاسی قدیمی ایران و استاد خیلی از ماها، که به نام رهروی راه بی پایان، درسته؟ رهروی راه بی پایان که من ازش خیلی چیز یاد گرفتم شخصا، و اگر این کتاب رو نخوندید واقعا هر قسمتش رو باز کنید، یک دید بسیار جالبی از تاریخ معاصر ایران از زمان رضا شاه تا به امروز میده، به یه معنایی از کرمانشاه و غیره اینا برسد. من خیلی متشکر ناصر مهاجر هستم که این کتاب رو درباره این استاد عزیز شما نوشتید. کتاب دیگری که ناصر مهاجر با شرکت و همکاری دکتر تورج اتابکی نوشتند، راهی دیگر در بودو، که در ساب تایتلش به اصطلاح در بودو باش چریکهای فدایی خلق، این هم بسیار دو جلد کتاب آموزنده ایه. حتی آدمایی مثل من که خب یه دوره از زندگی شب و روز درگیر فعالیت سیاسی و گروه ها و فلان و اینا بودیم، بسیاری از نکاتی که واسه من ناروشن بود در این کتاب برای من روشن شد و ازش خیلی چیز یاد گرفتم. یعنی هر دو این کتاب ها، کتاب باقر مؤمنی گرامی و کتاب راهی دیگر، هر دوشون نه تنها بسیار آموزنده و یاد گرفتنی و بسیار جالب، سرگرم کننده هم هستی، سرگرم کننده به معنی مثبتش، من نه وقت تلف کردم اینها. این دوتا رو من میخواستم ذکر کنم. و اما من چیز رو از یه سوال شروع میکنم، اونم مسئله دادخواهیه در رابطه با جنایات جمهوری اسلامی و کشتار سال 67 و ربط این جریان دادخواهی به دستگیری این حمید نوری که الان در زندانه و این تنها موردی هست که ما از کسانی که با کشتار، با هیئت مرگ کشتار بزرگ 67 به اصطلاح درگیر بودن زندانی داریم که در سوئد در زندانه و منتظر محاکمه و یا در جریان محاکمه شه. اگر نقطه نظری چیزی دارید راجع به مسئله دادخواهی و مشخصا این حمید نوری، لطف کنید رو بگید. عرضم به حضورتون که یکی از اتفاقا فرقهای بین سال 60 و سال 67، این دو حلقه به هم پیوسته در نگاه من این هستش، سال 60 در حقیقت اینها خودشون رو در یک موقعیت مرگ و زندگی میدیدن و باید آنچنان جو رعب و وحشتی رو به وجود می آوردن در جامعه و آنچنان سرکوبی رو به راه انداختن که یعنی واقعا براشون مرگ و زندگی بود دیگه. از یه لحظه به بعد اصلا نمیدونستن که میتونن این موجی رو که شروع شده بود به خصوص با حمله های نظامی مجاهدین میتونن اثر بگذرونن یا نه. بنابراین واقعا نوعی که رفتار کردن طوری بودش که نفس ها رو بریدن. آنچه که در 67 رخ داد، 67 تثبیت شده بودن به یک معنا و در موقعیت محکمی خودشون رو میدیدن. کشتار سال 67 برای این بودش که در آینده کمتر دچار مزاحمت بشن از زاویه خودشون. بنابراین اتفاقی که میفته در سال 67 و یکی از پیامدهای سال 67 شکلگیری جنبش دادخواهی در ایران و این در این جنبش دادخواهی مادران خاوران که باز یکی از این موضوعاتی هستش که من دربارش
پژوهش‌هایی کردم و هم به فارسی هم به انگلیسی موجود هستش. در حقیقت این خانواده ها که در رأس این خانواده ها مادران بودن، جنبش دادخواهی رو انداختن که این جنبش دادخواهی خب هرچند که امروز با از بین رفتن بسیاری از مادران تضعیف شده تا حدودی، تا جایی که به خود خانواده های داغ دیده سال 67 برمیگرده، ولی من خیال میکنم و تصور میکنم که این جنبش تونسته تأثیرات خودش رو بگذاره. همین الان هم که در ایران میبینیم که حرکت های گوناگونی هستش برای دادخواهی. امروز دادخواهی در حقیقت به یک چیزی که اصلا در مملکت ما نه در دوره شاه و نه در دوره آغازین جمهوری اسلامی مطرح نبود، امروز یه مسئله است. امروز مسئله است که آدم ها از دادخواهی صحبت میکنن و خب امروز هم ما با یک موردی روبرو هستیم که من امیدوارم هرچند که چندین بار به تعویق افتاده و غیره، و من آخرین اطلاعاتی که دارم هستش که 3 ماه دیگه این دادگاه به هر حال برگزار خواهد شد، امیدوار هستم که در حقیقت دادخواهان بتونن، حالا اگر که نمیتونن در یک حرکت یگانه‌ای کار رو به پیش ببرن، بتونن با، چون که ما به اندازه کافی، واقعا به اندازه کافی سند مدرک داریم برای نشان دادن جنایت‌های جمهوری اسلامی و کسانی که در این قضیه در سطوح گوناگون نقش داشتن. امیدوار هستم که این حرکت بتونه به جایی برسه، و اگر به جایی برسه خب رویداد مهمی هستش برای جنبش دادخواهی در ایران و این همه بیدادی که برای یک مردمی رفته در این چند دهه. ناصر عزیز، من چیزی که نمیدونم، سوال سختی میخوام ازت بکنم، اونم اینه که چه مقدار، یعنی یه سوال شاید واقعا احتمال زیاد اطلاع نداری، آیا اسنادی هست که ممکنه به یه شکلی رو بشه، یا اینه که این اتفاقی رو که این حاکمینی که الان به 16 فرقه مختلف با همدیگه مشغول جنگ و جدال و اینان، همشون سر اینه که این مسئله رو ساکت نگه دارن تا به آخر خواهند بود که نذارن سندی بیرون بیاد. تا به حال این کار رو کردند و به جز اون 2-3 تا سندی که داریم و نوشته آیت الله منتظری که این مسئله رو افشا کرده، واقعا جلوی درس کردن و نفوذ هر نوع سند دیگر رو گرفتن. آیا تو این تحقیقاتی که کردی راهی رو میبینی، امیدی رو بری میبینی که بشه به اسناد بیشتری دست پیدا کرد؟ البته میدونم این از اون سوالات که جوابش به احتمال زیاد نامعلومه، ولی گفتم بپرسم. امکانی الان وجود داره، یعنی بسیار جنایت بزرگ نقش داشتن، هنوز به قول خزیدان حیات هنوز زنده، از پاسدارش گرفته که شاهد بوده، نگهبانان زندان گرفتن، کسانی که در این تصمیم گیری شرکت داشتن. ما هنوز نمیدونیم چه کسانی در این تصمیم گیری شرکت داشتن با آقای خمینی، چه کسانی این خط رو پیش بردن. اون صحبتایی هم که آقای موسوی کردن، آقای موسوی نخست وزیر اون دوره کردن، خب اون صحبتایی که نمیشه صحبتای جدی واقعا تلقی کرد. خب بسیاری از این اصلاح طلبان هم که اون موقع خودشون دستشون در کار بوده سکوت کردن. خب برابر این کسانی هستند که امروز بتونن بیان و صحبت کنن.
من نمیدونم چقدر از این مدارک که هستش، چون که بالاخره آدم‌ها به چشم خودشون کاغذ میگن، ما کاغذ پر کردیم، شهادت دادیم، امضا نوشتیم، اومدیم صحبت کردیم، بالاخره یه بخشی از این اسناد هست، بخشی از این اسناد همونطور که از دوران هیتلر هم هنوز ما یه بخش بزرگی از اسناد هستش. همین چند وقت پیش خودتون بهتر میدونین که تو همین دوره کرونا یه مرکزی که بسیاری از این اسناد اختیار داره و نمیتونست اینا رو بخونه، امکان اینو نداشت از این اسناد رو خواندنشو، دعوت کرد از کسانی که تو این دوره وقت دارن بیان و این کارو بکنن. ما نمیدونیم چه بخشی از این اسناد به صورت نوشته وجود داره، مکتوب وجود داره، هیچ، یا اگر یعنی وجود داره در دستشون هست از بین نبردن یا نه، ولی آدمایی هستند که همینک زنده هستند و در این وضعی آقای نیری ایشون امروز موقعیت دارن، آقای چه میدونم رئیسی ایشون موقعیت دارن، اینها کسانی هستن که اون داستانو میبردن به پیش و همینطور که عرض کردم در سطوح مختلف ما این کسانی داریم. بنابراین و حتی کسانی که در اون دوره تو زندان بودن و شمارشون البته زیاد نبود، ولی به عنوان کسانی که تواب شده بودن همکاری میکردن با اینا، ما این شهادت ها رو متاسفانه نداریم و میتوانیم داشته باشیم، دیر نیست برای این. آقای دکتر تورج عطابکی که در جلسه حضور دارن پرسیدند که البته شما یه اشاره الان کردین، آیا توابان پیشین نقشی در کشتار 67 داشتند؟ توی خاطراتی که ما در این دست داریم اشاره نشده که تواب ها نقش داشته باشن. بخش بزرگی از تواب ها رو بین سالهای 64 تا 66 آزاد میکنن، شمار اندکی شمار بودن، ولی من تا جایی که خاطرات زندان رو خوندم با موردی برخورد نکردم که توی کشتار سال 67 تواب ها نقش فعالی داشته باشن در کشتار. در میدونین که یکی از ویژگی های کشتار سال 67 نسبت به کشتار سال 60 این بودش که میگم همه چی باید در نهایت سریت صورت میگرفت و کاری عجیبی بود، از جمله اینی که در سال 67 زندانیان رو به دار کشیدن. در سال 60 هر نیمه شب صدای تیرباران ها که به شکل افتادن تکه های بزرگ آهن همه رو چیز میکرد، دلهوره در دلها میافرید بود، ولی در سال 67 به دار آویختن تیرباران نیست. من جایی نخوندم توی خاطرات زندان، جایی نخوندم که تباب ها کمک کرده باشن. حتی این رو خوندم که بسیاری از کسانی که در زندان ها بودن، پاسدارهای معمولی زندان، اونها رو کشیدن کنار و یه عده جدیدی رو آوردن که اینها مسئولیت در نه البته در همه زندان ها، در برخی از زندان ها که زندانیان رو ببرن، چه برای شلاق زندانیان زن رو. البته من باید همینجا از این فرصت استفاده بکنم بگم شماری از زندانیان مرد رو هم با همین داستان شلاق، یعنی حاضر بودن که خیلی چیزا رو پذیرفتن و نپذیرفتن که مثلا نماز بخونن، درست؟ خب اینا هم باید هم جیره پنجگانه خودشون رو میگرفتن برای نماز خوندن. من نشنیدم که مثلا توابی اومده باشه اینا رو برده باشه، البته چون که من نشنیدم قرار نیست که این اتفاق نیفته باشه. سوال بسیار
خوبی هستش، سوال مهمی هستش که دوست عزیزم پیش کشیدن و این هم اطلاعات من بودش که خدمتتون عرض کردم. ناصر مهاجر عزیز، الان ما دیگه سوالی نداریم، ولی اگر مطلبی هست که شما احتیاج میبینید چقدر بست و توسعه داده بشه، وقت داریم یه حدود مثلا یه ربع دیگه راجع به این مسئله صحبت شه، بعد آخر کارم دستن در کاران گفتارهای برکلی اگر بخواند راجع به برنامه ها و کار خودشون توضیحاتی بدن، وقت موجود خواهد بودش. یک سوال دیگه آمد این وسط، اون همینه که از جنبش خاوران و مادران خاوران در کتاب صحبت شده، از همسران و فرزندان، اما آیا آنقدر که باید به این موضوع پرداخته شده؟ یعنی راجع به همسرها و فرزندای این زندانیان، این کسانی که کشته شدن در سال 67، آیا به اندازه کافی صحبت شده؟ نظر من میخواییم واقعا نه، یه فصلی از کتاب به این موضوع اختصاص داده شده، به جنبش مادران و خاوران اختصاص داده شده، به تأثیری که این ماجرا روی برخی از این زنان زندانی سیاسی و فعالیتی که اینها کردن برای اینی که این مسئله رو ببرن به مطبوعات، مسئله رو ببرن مطبوعات فرنگی به خصوص، به ملل متحد، با افکه بین الملل غیره، به این اشاره شده. یه فصلی هستش که فرزندان زندانیان سیاسی که کشته شدن در اون سال آمدن و صحبت کردن، هم بچه هایی که اون موقع مثلا فرض کنیم از 1 ساله تا 10-12 ساله بودن و امروز سنی ازشون گذشته، یه فصلی اونها صحبت کردن. یعنی دو فصل در حقیقت، یکی به خانواده هایی که به فرزندان اختصاص داده شده. من یکی از مسائلی که اذیتم میکنه حقیقتا این هستش که در این کتاب جای فرزندان زندانیان سیاسی که در اون و زندانیان وجدان که در اون سال کشته شدن، اون کسانی که الان در ایران هستن که کم هم نیستن، در این کتاب صدایی ندارن و من از این بابت واقعا متأثرم، واقعا اذیت شدم، واقعا اذیت میشم هر وقت به این موضوع فکر میکنم. من خودم عامل بودم که جلوی این قضیه رو گرفتم، یعنی موردی داشتم که اون فرد حتما میخواست که داستان خودش رو بنویسه و من حتما میخواستم که ننویسه و من نمیتونستم تضمین کنم که بعد از اینی که این نوشته در کتاب میاد به سر اون انسان چه خواهد آمد. این فرد در داخل ایرانه؟ بله، در داخل ایران. و واقعا خب این مسئله مهمی بودش که کسانی که در داخل ایران هستن، خب برخی بودن مثلا مثل خانم لطفی، خب اینا آدم های پیشونی سفیدی بودن و بارها رفته بودن زندان، اومده بودن، همه تکلیفشون روشن بود، همه اینا رو میشناختن. یا خانم قائدی، برخی از اینا که در کتاب آمدن کسانی هستن که اصلا چیز نداشتن، همه جای دنیا رفتن صحبت کردن بیره، ولی جوانانی که در حقیقت اونجا هستن و با هزار یک مشکل، ولی خیلی 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 این کمبود مهمیه به نظر من در کتاب، که خواننده بدونه بر سر، چون این بچه هایی که بالاخره در اروپا بودن و در امریکا بودن و پدر خودشون و مادر خودشون از دست داده بودن، اینها توی موقعیت خیلی متفاوتی با اون بچه‌هایی که در ایران بودن، که اصلا یه دوره‌ای
واقعا زندگی های بی نهایت دشواری داشتن. تو مدرسه بهشون یه جوری خاصی نگاه میشد، تو محله یه جوری خاصی نگاه میشد. نباید داستان رو که امروز ما داریم زندگی میکنیم رو فراموش بکنیم که اون سالهای دهه 60 با اون فضای وحشتناکی که درست کرده بودن، اون اختناق وحشتناکی که درست کرده بودن، تصویری که از این مبارزین داده میشد چه بود و سطح آگاهی جامعه نسبت به اینها چه بود. واقعا جمهوری اسلامی تونست، موفق شد که یه تصویر دیگه ای بر همین فکر میکنم که، و من میدونم که در بحث امشب نتونستم این فرقهایی رو که میان دوتا کشتار بزرگ هستش و کسانی که در این دو کشتار از بین رفتن رو خوب مطرح کنم، به خاطر کمبود وقت یا به خاطر اینی که درست کار خودم رو سازمان نتونستم بدم. ولی اونچه که اهمیت داره در این قضیه این هستش که وقتی که به سال 67 میرسیم، خب همه در مورد سال 67 حرف میزنن، همه در مورد درستش سال 67 ویژگی هایی هم داره که اصلا نمیشه در بارش حرف نزد. یعنی در ظرف چند هفته با اون وضعیت تعداد زیادی رو کشتن. خب مال سال 60، از سال 60 طول میکشه تا سال 63 و بعدش هم خب اومدن و مثلا آقای منتظری به کشتارهای سال 60 و 63 اعتراضی نکرد که کشتار سال 60 و 63 از نظر خیلی موجه بود، حتی راحت میتونستن جا بندازن که کسانی که در کشتار سال 63 رفتن اکثرا مجاهد بودن و کسانی بودن که تو عملیات نظامی مجاهدین بودن، تو ترور شرکت میکردن، غیره میکردن. و اتفاقا اون مقاله‌ای که من خدمتتون عرض کردم در آغاز کار که با مهناز متین نوشتم، پرده دوم، اون پاسخی هستش، چون یک مجله چشمنداز یک شماره ویژه‌ای رو اختصاص داد به این قضیه و جزء نکاتی رو که مطرح می‌کرد میگفتش که این داستان اصلا داستان سال 60 به تصفیه حساب حکومت بود با مجاهدین از دوره شاه و همون تحولات ایدئولوژیکی که در مجاهدین رخ داد و غیره و غیره. یک تصویر کاملا وارانه‌ای از این ماجرا ارائه دادن که تا همین الان هم اصلاح طلبان ایران اکثرشون اصلاح طلبان حکومتی یا با کسانی که با حکومت بودن همین روایت رو به ما ارائه میدن. خب برای در مورد سال 67 خب اینا تو ماجرا نبودن و بعدش هم همین واقعیتی که آقای منتظری میتونست بیاد و به این قضیه اعتراض بکنه و بعد شاگردان منتظری، هواداران منتظری به شکلی از اشکال بیان و در این باره صحبت بکنن، خب قضیه رو متفاوت میکرد. و بعدش خب اون انعکاسی هم که قضیه پیدا کرد در مطبوعات جهانی باز قضیه رو متفاوت میکرد. ولی کشته شدگان سال 60 از شاید بشه گفتش که یه جورایی واقعا دوبار کشته شد. یک سوال دیگه مطرح شده ناصر عزیز، اونم اینه که تجربه شما یا خود روند نگارش این کتاب به زبان انگلیسی چگونه بوده؟ والا من این کتاب رو بدون همکاری دوستانم از جمله شخص شما علی جان امکان نداشت بتونم به پایان برسم. البته این سوال از طرف خودم نبود و خیلی متاسفم اسم منو برد. حالا از اهمیت کتابت کم میشه. اسم شما در این کتاب هست، اسم دوستان دیگه در این کتاب هست. این کتاب رو باید یک کوشش دست جمعی در نظر گرفت، هرچند که خب من نقش بیشتری بی‌تردید داشتم در تنظیم این کتاب، در جمع‌آوری مطالبش، در نوشتن مطالبش غیره و اینها. ولی واقعا این کتاب کتابی هستش که 10 سال روش کار شده و واقعا هم دوستان مختلفی هر کدوم گوشه از اینو گرفتن، بعد مطالبی ترجمه میشد، بعد مطالبی از بازخوانی مطالب گرفته، چه میدونم تایپش گرفته، ادیتش گرفته. واقعا خب کار سنگینی بود، کار سنگینی بود و این کتاب
با دقت و وسواس این کار باید انجام میشد. کتابی که ما مشابهش رو نداشتیم و یه وظیفه‌ای بودش که باید انجام میشد. بنابراین این کار بسیار دشواری بودش. من توی کتابایی که درش نقش داشتم، دست داشتم، شاید هیچ کتابی مثل این کتاب از جهات گوناگون اذیت کننده نبود. خب خود کتابم کتاب اذیت کننده. یعنی یکی از دوستانی که تقریض نوشته برای این کتاب، بلرب به قول انگلیسی زبان نوشته برای این کتاب، میگه این کتاب نفس آدم رو میگیره. هر چند باید کتاب رو گذاشت زمین و دو مرتبه نفس گرفت. خب برای هر کسی که روی کتاب کار کرده بعد دو مرتبه زندگی کنه، دو مرتبه تمام اون لحظات رو. حتی من که مثلا من یقین دارم در مورد شما هم صادق هستش علی جان، که یه مطلب مفصلی رو توی این کتاب خودتون ترجمه کردید، دو مرتبه باید رفت و به خاطر یه ترجمه خوب، ترجمه هستش که آدم بتونه خودش رو جای پروتوگونیستای ماجرا قرار بده و بتونه اون داستان دو مرتبه بزیه. و این زیستن اینها، این لحظه ها، این زندگی ها هیچ کار ساده ای نیست، هیچ کار ساده ای نیست. و شما خودتون این میدونید. متشکر. این نکته دیگه رو من همه رو میخونم که توش یک سوالم هستش. من نمیدونم این دوست عزیز میخواد اسمش مطرح بشه یا نه، من برصورت مطلبشو میگم. نوشته رفیق ارجمند ناصر جان، من هم سپاسگزارم به خاطر تلاشا و آثار درخشانی که برای افشای جنایات رژیم اسلامی آفریده و منتشر کرده اید. سوال من، از نیمه اول سال 1358 می دانیم که مذهبی ها سینما رکس آبادان را با آتش کشیدند و حدود 400 نفر را در آتش سوزاندند. جایگاه این جنایت در سلسله جنایات رژیم اسلامی پس از بهمن 1357 را چگونه ارزیابی میکنید؟ بلد در این زمینه هم یک کارهایی شده. من میتردید با نویسنده محترم هم عقیده هستم، هم درد هستم که این جنایت بزرگی بود که ما در اون لحظه تاریخی تشخیص ندادیم. خیال نمی کنم کسی اصلا تصور می کرد که این کار رو خود اینا کرده باشن، و اگر کسانی بودن که این تصور رو می کردن اندک شمار بودن و این صدا پژواک نیافت. این کار هستن و هر جنایتی رو می کنن بکنن. و خب خیلی زود به ما ثابت شد، خیلی زود کسانی که میخواستن بفهمن میتونستن بفهمن که با یه حکومت ماکیاولیستی روبرو هستن که هدف وسیله را توجیه میکند و هر کاری از دست این حکومت برمیاد، حتی اگر برای اینی که اوضاع رو دراماتیزه بکنه، برای مردم بیگناهی رو مثلا فرض کنیم سینما. خب سینما هم که اینا اون واقع قبول نداشتن، الان هستش که از سینما استفاده میکنن باز برای مغزشویی و برای پیشبرد اهداف خودشون. من اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم، امیدوار هستم که این داستان سینما رکس هم روزی ابعادش روشن بشه، تصمیم گیرندگانش روشن بشن که کیا بودن، کسانی که نقش داشتن در سازماندهی این جنایت، این جنایت وحشتناک، این هم روشن بشه. اینا بالاخره تجربه های تاریخیه و چقدر مهمه. من چقدر ممنونم از دوستی که این پرسش رو مطرح کرد که ما یادمون نره با چه حکومتی روبرو هستیم و چه کارهایی از دست این حکومت برمیاد. من در تایید اون صحبت یه چیزی رو میخواستم بخونم، باز وقتم به من اجازه نمیداد. اینا وقتی که در سال 60 این همه آدم کشتن به شکلهای عجیب غریب، میگم مثلا تو حتما بیاد دارین، تو روزنامه ها عکس آدم ها رو مینداختن، میگفتن پدر مادر محترم این خانم یا این آقا که به خاطر محاربه با خدا و فساد در ارض، حالا یه بچه 15 ساله
کشته شده بیان و صاحبان این عکس ها بیان و بگن که اینا کی بودن و جسدشون رو بگیرن و ببرن. این هم یکی از فرق هاست. تو سال 60 جسدها رو میدادن به خانواده ها، تو سال 67 نمیدادن و خدا میدونه که کجا اینها رو به خاک سپردن. ولی انقدر ابعاد این جنایت وحشتناک شده بود که خب صدای خداشون هم در آمده بود. و من این مطلب رو میخوام اینجا بخونم که صحبتهای آقای خمینیه، یه مقداریشو حذف کردم ولی که بازم به خاطر وقت و یعنی همش تو همین مایه است. میگه یوم الله واقعی روزی است که امیرالمومنین علیه السلام شمشیرش را کشید و خوارج را از اول تا به آخر درو کرد و تمامشان را کشت. ایام الله روزهایی است که خداوند تبارک و تعالی یک زلزله ای وارد می کند، یک طوفانی را وارد می کند، به این مردم شلاق می زند که آدم بشوند. امیرالمومنین اگر بنا بود مسامحه کند شمشیر نمی کشید تا 700 نفر را در یک دفعه بکشد. اگر ما اینها را نکشیم هر یکیشان که بیاید بیرون می رود آدم می کشد. آدم نمی شوند اینها. شما علما چرا فقط سراغ احکام نماز و روزه می روید؟ چرا هی آیات رحمت در قرآن می خوانید و آیات قتال را نمی خوانید؟ الرحمت مخالفت با خداست. ما خلیفه می خواهیم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند، همانطور که رسول الله دست می برید، حد می زد، رجم می کرد، همانطور که یهود ابن بنی قریطه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد. اگر رسول الله فرمان داد که فلان خانه را آتش بزنید، فلان طایفه را از بین ببرید، حکم به عدل کرده است. زندگی بشر را باید با قصاص تأمین کرد، زیرا حمایت توده زیر این قتل قصاصی خوابیده است، یا چند سال زندان با چند سال زندان کار درست نمی شود. این عواطف بچگانه را کنار بگذارید. ما معتقدیم مجرم اصولا محاکمه ندارد، باید او را کشت. تنها باید هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. خب این چنین فکری داستان 67 و داستان سالهای 60 رفت جلو. خیلی متشکر. شاید آخرین نکته‌ای باشه که بخوام اینجا مطرح کنم که سوال از شما نیست، سوال از دوستان دستن در کار رساندن. یکی از دوستان سوال کرده که تشکر کرده، به انگلیسی نوشته تشکر کرده از این کار بسیار خوب و خواسته که به این که چجوری میشه این کتاب رو تهیه کرد، که من مطمئنم دوستان برکلی لکترز میتونند این رو به تمام کسانی که ما با طریق ایمیل باشون تماس گرفتیم اضافه کنند، یا کیومرس عزیز که در آخر سر میبنده و حرفای آخر برکلی لکترز رو میزنه میتونه این مسئله رو بیان بکنه که دوستان دیگه که بعدن در فیسبوک یا یوتیوب و اینا میرن به ضبط شده این برنامه رجوع میکنن بتونن از این اطلاع استفاده بکنند. کیومرس عزیز شما تشریف بیارید. خیلی ممنون و متشکر جناب مهاجر. من واقعا خیلی خیلی نمیتونم بگم که چجوری تشکر کنم از زحماتی که کشیدید در این مدت و از اینکه دعوت ما رو هم قبول کردید. بر جهت امیدوارم که ما بتونیم باز هم از حضور شما تو برنامه های بک لکچر استفاده بکنیم و به امید این روزی که بتونیم از نزدیک با همین برنامه ها رو تو ایران داشته باشیم. خیلی ممنون. من خیلی ممنونم از شما که برنامه، خیلی خیلی ممنونم و لطف کردید
از تمام زحماتی که کشیدید، از تمام صمیمیتی که نشون دادید، واقعا به دل سپاسگزارم. قربان شما. من فقط قبل از اینکه جلسه تموم بشه، یکی از دوستانی که احتمالاً شاید حسب العادت دیر مسائل رو عنوان میکنه، این نوشتش رو میخونم. با سپاس فراوان از ناصر مهاجر عزیز برای این سخنرانی و همه تلاش‌های خستگی ناپذیرش. پرسش: از نقش افراد جریان اصلاح طلب امروز و سابق در دستگیری‌ها، بازجویی‌ها، شکنجه‌ها و بیدادگاه‌های سال‌های 60، 61 و 67 و اعدام‌های دست جمعی و اطلاعاتشان از جزئیات ماجرا چه می‌دانیم؟ منظور از نقش کسانی چون موسوی، کروبی، حجاریان، تاج‌زاده، باقی، محمد رضا جلایی‌پور، خاتمی، گنجی، ابراهیم نبوی، سازگارا و غیره هستند. در مورد برخیشون می‌دونیم، در مورد برخیشون نمی‌دونیم. مثلا همون سندی که من خدمتتون عرض کردم، خب آقای سازگارا جزو کسانی بودن که توی اون جلسات حضور داشتن و ما جزو اسامی که در اون همون سالها مطرح شد که در این برنامه ریزی برای حمله نهایی در حقیقت شرکت داشتن، اسم ایشون رو هم هستش در کنار اسم اسامی دیگری، مثل مثلا چون اسامی که این کسانی که برنامه ریزی کردن این حمله بزرگ رو، من براتون همین الان نامشون رو میخونم: آقای مهدی کروبی، آقای باقر کنی، موسوی اردبیلی، سفر صالحی، آقای قدوسی، آقای زنگنه، آقای حسین قفاری از صدا و سیما، آقای لاجوردی، آقای کجویی، آقای خسرو تهرانی که نقش بسیار بسیار مهم می داشت، آقای جزایری، آقای بهزاد نبوی، آقای علی قوش کانلو و آقای جهانگرد و همچنین از گروه های معاونت سیاسی وزیر مشاور در آینده، در آینده در جلسه که حضور داشتن، آقای نبوی مسئول جلسه اعلام شد و بنا به تصویب اعضای جلسه، جلسه قرار شد مصادیق دسته های چهارم گروه متخاصم فلان شود. بنابراین ما اسامی بسیاری از کسانی رو که در رأس این ماجرا بودن رو داریم. خب آقای چیز که ایشون بنیانگذار سازمان امنیت جمهوری اسلامی بودن و نقش خیلی مهمی داشتن، آقای حجاریان نقش مهمی داشتن در اون لحظه و بعدش هم در دوره های بعدی. اون بالا که گفتم آقای قدوسی، زنگنه، میرسلیم، بهزاد نبوی، آقای محسن سازگارا، اون موقع معاون سیاسی وزارت و وزیر مشاور بودن که در این جلسات شرکت میکردن و مسئولیت هم گرفتن در این زمین.